مهدی اصلانی نویسنده از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای اصلانی، شما خودتون مدتی در زندان اوین گذروندید. من فقط میخوام مطمئن باشم آقای اصلانی صدای ما رو میشنوید؟ بله، متشکرم. آقای اصلانی، شما خودتون مدتی هم اونجا در حبس بودید. الان که این تصاویر رو میبینید رو و همچنین ادعاهای پرتناقض مقامهای جمهوری اسلامی، چه در سرتون میگذره؟ ببینید، اوین تنها زندان مخوب نظام اسلامی نیست که مشهورترین اونه. اوین از بد و تولد نظام اسلامی و در تمام بود نامبارکش نماد جغرافیای جنایت بوده. یه زندان عادی نیست، در نظامی که همه چیز از حجاب تا دیگر مسائل در حوزه امنیت تعریف میشه. هنوز همون چیزی که در گزارش شما بود، اخبار چندان دقیقی از آنچه رخ داده در دست نیست. یک چیز مشخصه، بیشترینه دستگیر شدگان یک ماه اخیر رو در اوین اسکان دادن و این اتفاقاتی که شما در ویدیوهاتون نشون داری میدید، یعنی خاموش کردن پمپ بنزین با باروت و این نظام اسلامی که در از روز نخست در واقع یک نظام اسیرکش و جوانکش بوده، از 30 خرداد تا 67 و تا امروز، حدس و گمانه ها یکسر در ارتباط با توطئه ایست که داره جان در واقع زندانی کتبسته رو تهدید میکنه و این نظام در حقیقت از روز نخست و تولدش با غارت آغازیدن کرده، هنوز با تازیانه و دار سخن میگه، همیشه هم جوانکش و اسیرکش بوده. ما میبایستی که اون چیزی که از ما برمیاد واقعا در اینجا اینه که با همصدا با تمام اون بندی ها و به بند کشیده شدگان حال حاضر سرزمینمون در اون زندان های حکومت و به ویژه در زندان اوین میبایست همصدایی بکنیم، همسرود با صدای در حقیقت جوان سالگان سرزمینمون باشه. دیشب در فیلمی که از سیمای اسلامی پخش شد، ما در حقیقت با نوعی پروپاگاندا و همسانسازی سال 60 مواجه شدیم که لاجوردی آیشمن اوین رو نشون میداد در شبهای تیرباران و اعدامهای شبانه از استخر برای زندانیان سخن میگفت و این در واقع اتفاقی که افتاده تنها یک چیز رو میشه هنوز با اون چیزی که در واقع به تمامی بیرون نزده و حدسیات و گمانه های ما در ارتباط با اینه که توطئه اونجا در کاره، میبایستی که با تمام صدا در حقیقت از زندانی سیاسی که همواره در عمر حکومت اسلامی بی دفاع و بی حقوق بوده، تمام قد میبایستی که در واقع در مقابل این برخورد ددمنشانه تو هر جای جهان ممکن آتش سوزی اتفاق بیفته. اولین اقدامی که در آتش سوزی اتفاق میفته آن است که کسانی رو که مورد هجوم آتش قرار میگیرن به امنگاه در واقع منتقل بکنن، نه اینکه شعله ور بکنن آتش رو، خمپاره پرت کنن و تمام اون چیزی که در واقع توی ویدیو و فیلم های شما نشون داده شد نشانگر اونه که این نظام هم از روز اول اسیرکش و جوانکش بوده و هست. آقای اصلانی، گفتید همه باید متحد بشن که به داد زندانیان برسند. نهادهایی هستند که چنین کاری انجام بده؟ آیا جمهوری اسلامی اصلا گوشش بدهکار نهادهای بین‌المللی هست؟ ما در حقیقت در این دوران اخیر، در یک ماهی اخیر، اینکه جمهوری اسلامی چه سیاستی رو به پیش میبره که مشخصه، اونها در حقیقت مگر زور آنقدر پرزور باشه که تن بدن به نرمش قهرمانانه. همین دیشب در برلین مقابل وزارت امور خارجه، در فرانکفورت مقابل کنسولگری، یعنی این اعتراض ها در واقع داره همراهی دولت های غربی و دولت هایی که ما درش هستیم رو در واقع به تمامی داشته. ساعت 12 شب موافقت میکنن با اینکه مقابل کنسولگری در فرانکفورت جمع بشن. ساعتی از نیمه شب گذشته در برلین این اعتراض ها میبایستی که این حکومت رو به گوشه رینگ در واقع ببره. ما نمیتونیم یعنی ملتی که اساسا در مقابل جنایت های تاریخی خودش واکنش نشون نده شایسته نام ملت بودن نیست، که این ملت نشون داد این شایستگی رو داره و ما میبایستی که در واقع اون جوان سالگانی که در خیابان، تنها سلاح دوستان ما در ایران خیابانه، دو کف خیابون آرزوی پایان حکومت، خوف و اختناق و درد و مرگ رو سر فریاد کردن، هم صدا باشیم و اون بیرق رو در واقع باد بدیم و در حقیقت پشتیبانی بکنیم از اون چه که در اتفاق داره میفته و تصور میکنم که اینها داره جواب میده. مهدی اصلانی، متشکرم از صحبت با ما.